سلام دوستان، فراز هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به افشاگری طوفانی امیر تتلو درباره اعتیاد سحر قریشی و ماجرای جنجالی رابطهشون میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. حواشی رابطه یه سحر قریشی و امیر تتلو انگار تمومی نداره و هر بار با یه اتفاق جدیدی و تازه انگار این دو نفر خودشونم عادت کردن به این همه ماجرا و تیت شدن در فضای مجازی. هرچند طرفدارانشون کم نیست، اما این رابطه از همون اولش هم برای خیلی ها عجیب بود و میشد حد زد که پشت این رابطه شاید روزای خوشی نباشه. اما عشقی که این دو به هم نشون میدادن گویا یه حوادث زیادی بود. بعد از دعوای تتلو و سحر که اتفاقا کار به عذرخواهی سحر هم رسید و خانم بازیگر خیلی زود با انتشار متنی از دل امیر تتلو در آورد، بعدش خیلی عاشقانه توی خیابون ترکیه قدم می زدم، همه چیز انگار تازه شروع شد و درگیری این رابطه خودش رو بیشتر از قبل نشون داد. همه که فکر می‌کردند با حضور سحر در کنار تتلو سبک رفتاری و موسیقی تتلو عوض خواهد شد، حالا با دیدن عکسای سحر در کنارش میشه دید که رفتار تتلو به سحر چربیده و از تتوهای زیاد سحر میشه فهمید که خیلی هم تاثیرگذار نبوده حضورش. گویا چندی پیش تتلو و سحر قریشی با هم به اختلاف خورده بودند و کار حتی به جر و بحث و دعوا هم کشیده بود. ریشه این اختلافات هم انگار دخترای اطراف تتلو بودند که سحر رو حساس کرده. البته گویا سحر خانم خودش قبول کرد که مقصر بوده و خیلی زود از تتلو عذرخواهی میکنه و متنی هم در صفحه شخصیش منتشر میکنه. او مینویسه: امیر خان، من واقعا اشتباه کردم که به اهمیت کنسرت شما و دل این همه هوادار واقعیتون توجه نکردم و سر مسائل جزئی با شما حتی بحث کردم و باعث این شدم که شما از کارتون دور شین و کلماتی روی صحفتون بنویسین که درخور شخصیت من و شما و مردم ایران نیست. بعد از متنی که سحر منتشر کرد، امیر تتلو هم متن بلند بالایی منتشر کرد و از انتظاراتش گفت و اینکه سحر باید تمام وجود و داشته هاش فقط برای تتلو باشه و جز اون به هیچ کس و هیچ چیز فکر نکنه. تتلو هم در این باره نوشته: از شما توقع دارن هوادارا، همونطوری که من بند موسیقی و همه عواملم رو تغییر دادم به احترام شما و پست گذاشتم، شما هم عواملتون رو تغییر بدین و ادمین و ادیتور و تتو آرتیستاتون رو دختر انتخاب کنید. از شما توقع دارن به جای گشتن دنبال هنسفری و ویدیو کال با داداش و بابا و پست گذاشتن راجع بهشون تو اینستا، از خودتون و شوهرتون صحبت کنید که بزرگترین آرتیست ایرانه و بزرگترین کنسرت رو پیش رو داشت، و به زندگی مشترک جدید و پرحاشیتون فکر کنید که واقعا نیاز به فکر کردن و توجه بیشتر داره. در ضمن شما باید بدونید که دختر بعد ازدواج با داداش و پدرش نامحرم میشه. از شما توقع داریم جای مشورت با وکیل مردتون با شوهرتون مشورت کنید که یه دنیای جدید تو شعراشه. بعد از اینکه سحر عذرخواهی کرد و تتلو هم انتظاراتش از همسر آیندهش رو کامل توضیح داد، انگار دوباره رابطه سحر و تتلو به روزهای خوش گذشته برگشت. سحر خانم در معدود روزهای آفتابی استانبول دوشادوش همسرش تتلو در یکی از خیابونهای استانبول دست تو دست به پیاده روی رفتند و فیلمش رو هم منتشر کردند تا به همه نشون بدن اختلافات رو کنار گذاشتن و حالا کاملا با هم اوکی هستن. آخرین رابطه های علنی تتلو با نیلی افشار، همسر سابق پویان مختاری و دنیا جهانبخت بود که هر دو از فعالان سایت های شرط بندی بودن و سحر قریشی هم یه بار ازدواج رسمی داشته و آخرین رابطه های رسمی اون با امید علومی به عنوان صیغه و مهدی طارمی به عنوان دوست پسر بود. تتلو در آخرین نوشته هاش علت هاش خانم صدا کردن سحر قریشی رو اینطوری توضیح میده که ایشون مکه رفتن و از روی احترام گفتم حاج خانم. همین. اما امیر تتلو در استوری جنجالی در مورد سحر قریشی دست به افشاگری تندی زد و گفت: گو خوردم بازم رفتم تو رابطه. واقعا این دفعه آخری بود که به یه دختر انقدر رو دادم که بخواد انقدر به هم بیادبی کنه. هرگز کسی حق نداره تو خونه من داد بزنه و به من بیادبی و اخم کنه، اونم جلوی آشپز و هوادار و مهمون.
هر کی میخواد باشه. یه بار ما گذاشتیم رو حساب مستی، دو بار گذاشتیم رو حساب قرص مصرف کردن، یه بار گذاشتیم رو حساب قربت و دوری. نمیشه که هر روز و هر روز 10 بار هی منو به این حد برسونند که من بیام اینجا آبروی خودمو ببرم بعد بگن ببخشید. به نظرم خانواده ی خانم قریشی باید یکم دخترشون رو ادب میکردن. نمیشه که من بد باشم، 4 تا قبلی ها هم بد بشن، من که رابطه ی اول ایشون نیستم. یعنی ما همه ی پسرا، من، مهدی طارمی، امید علومی، فلان فلانی، همه دیوونه و این دختره، درسته؟ نه خیر، باید ایشون به خودش بیاد. من الان این دختره مستو کجا ولش کنم؟ چی کارش کنم؟ من رفتم خونه ببینم، خرید کنم، 200 جا کار داشتم. نشسته بی اجازه مشروب خورده، مست کرده، بی ادبی میکنه. هرچی میگم هم نمیفهمه. مست هم نمیتونم بفرستمش بره. ببرم تحویل پلیس بدمش بعد بفرستمش ایران؟ چون واقعا من خونه نمیرم با این وضعیت. میترسم دست بلند کنم رو همچین دختر بی ملاحظه و بی آبروی و من اصلا تو مرامم دست بلند کردن رو زن نیست و یه عمر باید بشینم افسردشم یا ازم شکایت بشه. من تا حالا همچین دختر بی تربیتی جرأت نکرده نزدیک به هم این کارا رو بکنه، چون اعصابم دست خودم نیست. واقعا احتیاج به کمک دارم. اگه کسی از خانوادش ایشونو آدم حساب میکنه بیا تحویل بگیره ببرتش. من واقعا بریدم، خسته شدم، دیگه نمیتونم. یعنی چی واقعا؟ ایشون قبلا که معتاد به کوکائین بود. ما با 1000 بدبختی، با قرص آرام بخش و کادو و تتو و ماساژ و 1000 بدبختی ترکش دادیم. حالا هی مست میکنه. هرچی هم بهش میگم میگه من مستم، با من نجنگ. اینقدرم سیگار میکشه صبح تا شب، شب تا صبح بغل گوش من سرفه میکنه. این چه مدل دختر تربیت کردن و تحویل دادن واقعا؟ این سینمای ایران چی بوده؟ اما درست بعد از انتشار این متن‌ها و پر شدن در فضای مجازی و جنجال زیاد، سحر قریشی خیلی زود با انتشار متنی نوشت: آقا من گوه خوردم که تو این همه فکر درگیر اسباب کشی و آرامش من بود و من کمک که نکردم هیچ، گوه اضافیم خوردم، رفتم رو مخت. من غلط کردم که تو خونه صدامو جلوی هوادار شما بردم بالا و گوه خوردم سیگار زیاد کشیدم و بغل گوشت سرفه کردم، نذاشتم بخوابی. منو ببخش که مشروب خوردم، اونم وقتی شما نبودی. دیگه تکرار نمیشه. قول میدم تکرار شد خودم برم که اینجوری با آبروی خودم و خودتون بازی نشه. من بابت تک تک مسائل که گفتین در پست ها عذرخواهی میکنم و قول میدم که هرگز تکرار نشه. گوه خوردم واسه همین روزاست دیگه. منم که معتاد به عشقم، حالا جلو 80 میلیون میگم و پای احساسم میمونم. دوست دارم. حالا با انتشار این متن ها و حرفا میشه حد زد رابطه این دو نفر به جنجال کشیده. حتما بازم با یه عذرخواهی تموم میشه یا دیگه این دفعه ماجرا به جای باریک میکشه. باید دید در روزهای آینده چه اتفاقی رخ میده. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.